امروز در بخش حال شما با دکتر همایون لودین متخصص تغذیه هستیم و در مورد سوء تغذیه یا سوء تغذی میخواییم صحبتهایی داشته باشیم و معلومات کافی برای شما بتیم تا اطلاعات شما در این مورد کامل شود. اگر شما سوالی دارین میتونین تماس بگیرین و 86-56 و سوالات خودتون رو با ما شریک بسازین. سلام دکتر صاحب، صبح بخیر، خوش اومدین. سلام، خوش باشید. خدا کنه که شما و تمام بیننده تلویزیونی ما در امروزی که هم در کابل باران است و نیمه برف است همه خوش باشند، چون سال هم آباد است و مردم ما هم خوش و آباد باشند. زنده باشین جناب دکتر صاحب، بسیار خوش آمدین. پیرامون موضوع ما کم اشاره بیشتر بندازین که سوء تغذی چی بوده میتونه. بسیار خوب، لفظ سوء تغذی به دو نوع مردم فهمش گرفته. بله. خودی سوء تغذی مردم فکر میکنن که تنها لاغر سوء تغذی میگن، اما لفظش چی میگن؟ سوء تغذی مثل که ما شما میگن سوء تفاهم. بله. سوء تغذی تغذی نادرست و یا یک حالتی کلینیکی است که از افراط تغذی و یا تفریط، زیاد بودن وزن گرفتن و کم بودن وزن گرفتن، هر دو را ما سوء تغذی میگیم. پس تنها آدم های لاغر که بعضی کسا میگن که فلانی سوء تغذی است، او آدم ها کسایی که لاغر باشن باز برش امیره میگن. من امیره بلکل امیره، ما گفتم که مردم هایی که وزنش اضافه تر است، که شاید اگر امروز فرصت بود یک فرمول ما میگیم که هر نفر بلخواست کسانی که کاهل هستن خود ببینن در معاینه در فرمول که اینا سوء تغذی هستن یا نیستن. اکثریتش چاق است، خوش است، در حالی که اونا سوء تغذی است و مساعد به امراض قلبی و دیگه هستند. به این معنا که شما هم همین موضوع رو اشاره کردین که چاق هم سوء تغذی است. بله. نو ایجاست که ما سوء تغذی را به افراط و تفریط هر دو تقسیم بندی می کنیم، که طفلا که از طفولیت شروع بشن تا سنی که اخیرین مرحله زندگی است، همین سوء تغذی در او شامل است. کسانی که بلخواست طفلایی که سوء تغذی هستند، اینا اکثریتشان یک قسم بی‌علاقه میباشند، اشتها بر غذا ندارند و اینا اکثر مویایشان شکنین میباشند و رویشان خاصیف دیده میشند و این حالت سوء تغذی ما سوء تغذی حاد میگیم. سوء تغذی حاد وضعیت هستند که فورا خانواده و یا جامعه ضرورت دارن که این طفل به کلینیک برسانن و در مراکز صحی تداویشان کنن. اگر این طفلایی که سوء تغذی ها هستن، که معمولا ما در افغانستان طفلایی که شاید در خاطر اگر اجازه بدین بریم به طرف یک تماس. فاضله جان از همنگان روی خط تلفن هستن. سلام، صبحتان بخیر. بله بله بله، سلام، میشه همکارا که صدا را به داخل هم بتین؟ خب صحبت هایتون رو میتونین تکمیل کنین. اینجاست که ما طفلایی که معمولا سوء تغذی هات میباشن بله. تماس شان وصل است. سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح شما بخیر، سرمن بخیر هستین، سلامت باشین. میشه که سوالتان رو مطرح کنین؟ ببخشید برادر، من میخواستم از دفتر سر بپرسم که قد یک طفل 6 ماه چند سانتی متر میباشه؟ بله، قد طفل. بسیار تشکر، سلامت باشین. ما قبل از اینکه سوال خود اما موضوع خود تا آخر برسانم، به ما همشیری خود جواب میتم، چون این موضوع هم مهم است. یک طفلی که ما با آسانی به همه مردم میگیم که در 6 ماهگی اگر طفلشان 66 سانتی متر باشن بهترین است. بله. اما اگر از 62 سانتی متر کمتر باشه، ایجاست که اینا باید متوجه باشن که طفلشان سوء تغذی است. اینا ما سوء تغذی مزمن میگیم. قبلا ما شما حدا فکر میکنن که وزن طفل کم باشن، سوء تغذی مزمن هستن که قدشان کمتر باشن. در سال اول یک طفل 24 سانتی متر قد میگیره، یعنی اگر ما اوسط امیر محاسبه کنیم هر ما 2 سانتی متر. در وقت ولادت یک طفلی که نرمال باشن و مادرش در خانه آرام بودن،
فامیل برایشان غذای خوب داده بودن، اونا را قهر نکردن، اونا را زیر فشار نوردن. مادری که در وقت حمل خوش باشن، طفلشان آرام و 50 سانتی قد می داشته باشن. در سال اول اگر طفل خوب تغذیه شود، تنها شیر مادر برای 6 ماه و بعد از 6 ماه در پالوی شیر مادر غذای تکمیلی خانگی برش داده شود، در سال اول 24 سانتی قد اضافه می تانه بگیره طفل، که میشن 74 سانتی متر. یعنی زمانی که یک ساله میشه دیگه. بله، وقتی که یک طفل یک ساله میشن 50 سانتی نرمال بودن، 24 سانتی در یک سال اول گرفته، این طفل میشه 74 سانتی متر. اگر همین مادر طفل خود ببینن که 50 سانتی وقت تولد بوده تعتبا، و اگر 8 ماه سرش تیر شدن، هر ما اگر ما 2 سانتی قد برش محاسبه کنیم 16 سانتی متر، 50 کت 16 که یک جا کنیم ای تقریبا 66 میشن. ما میگیم که حدی اقل 66 سانتی باشن. 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه در نزدیکای 76 و 77 باشن. وقتی که طفل یک ساله میشن 74 سانتی. اما در سال دوم هر قدری که کوشش کنن مادر و پدرشان 12 سانتی متر اضافه قد گرفته میتونن، که میشن 12 سانتی در سال دوم کتش اگر جمع کنیم با 74، اگر ریزی ما شما کم ضعیف نباشن 12 را که با 74 جمع کنیم میشه؟ میشه 86. اینجا است که ما میگیم که تا 2 سالگی طفل اگر 86 سانتی قد داشته باشن، مادرها در فیتی خیاطی میتونه که ایره معلوم کنن، ضرور نیست که اینا تشویش کنه که مالی تختی قلی تبابت پیدا کنه، نیه موره. اگر تا 2 سال 86 سانتی بود بلست نکنن. همگی در خانه سالگیری فوق العاده را تجلیل کنن، پدر و مادر خوش باشن. اما تا 2 سال اگر از 80 سانتی کمتر بود، این طفل سوی تغذیه مزمن است. و این طفل وقتی میتونیم سوی تغذیه مزمن که شاید مادر شیری خود درست ندادن، بعد از 6 ماهگی غذایی که دادن در او مازی برای ما میگن توضیحات گوشت میگن، به این طفلا گوشت میگن، به او که قبلا ایمال جان گفتن که طفلای اشخاصی که چاق است اونا هم سوی تغذیه است، اونا را ما گوشت توصیه نمی کنم. به این طفلی که تا 2 سال قدش ضرور است که 86 سانتی بگیرن، اینا با گوشت ضرورت دارن. بعد از 6 ماهگی در پالوی شیری مادر گوشت در پالوی برنج اینا بتن، و مادرات از گوشت میترسن، میگه دل درد میشن. به این خاطر ما بار بار میگم که گوشت بدین به طفلا، اگر گوشت نباشن نه خود لوبیا و ماش خواست. بله دکتر صاحب، علت نارامی طفل و ای که مثلا غذا نمیخوره یا وزن نمیگیره، این پس مصاب از به سوی تغذیه؟ بالکل، دو علت عمدی بله سوی تغذیه وجود دارن. خب روی این دو علت صحبت میکنیم. یک تماس داریم که ببینیم سوال مخاطب ما چی هست. سلام، به شما بفرمایید، سوالتان رو بپرسیم. بله، میشه یک موقعیت خوب انتخاب بکنین؟ با صدای تلویزیون تو رو بله، حال درست. سلام به شما، سلام به دکتر محترم. ببخشید سوال ما ای بوده که دو دانه تفلک های ما بسیار ضعیف هستن، قدش هم از 62 سانتی پایین تر هسته. دکتر صاحب که همه گفتن طفل دختره هست یک سال هسته، بسیار ضعیف هست. امیر می خواستم بخوابیم که چی باید کنیم که یک ذره جاندار شده و جسامت یک ذره جان بگیره. هرچی غذا هم استفاده میکنه، شیر مادر هم استفاده میکنه، ولی کن اثر سعی نمیکنه سرشان. بله، تماس نقط نکنید. سوال دارین دکتر صاحب شما؟ امی سنش نگفتم، سنشان چند سال است؟ یک سال است. یک سال. بسیار تشکر، زنده باشین. تشکر، زنده باشین. امو برادر ما که سوال کردن و قبلا ما که شروع کردم به دو سبب، میشه برادر متوجه باشن هر دو سبب معمولا سوی تغذی دو سببی فوری یا عاجل دارن که زود طفل سوی تغذیه میکنن. سبب اولش امراض است. معمولا اگر ما شما متوجه باشیم طفلا در وقت یک سالگی چرغاک میکنن و هر طرف میرن و دست به هر چیز میزنن، دروازه و چیزا، در محیط میکروبای
و انتان یا میکروب و به زبان ساده تر اگر بگوییم یک چیزی که ناپاک است وجود دارن. ما به چشم دیده نمیتانیم، اما امی که یک نفر از یک از تشناب میاین و دست خود به دروازه میزنن و یا به دستگیر میزنن، امو دستگیر طفل میگیرن باز میکنن یا او دست میزنن، یا جایی که ما میشینیم دست به چهار اطراف خود میزنیم طفل امو جا دست خود ازد دست خود یاد دان زد و یا یک غذایی که اونا میخورن این در نمود دست گرفت میکروبش داخل شد. امی که داخل شد یک تکلیف است که دکتر سبایی زیاد میگن مادرها حتما محسوس کردن، این میگن که انوایرمنتال انتیروپاتی یا میکروبی که برای سیستم هضمی پیدا میشن و ای از محیط گرفته. این باعث شده که یا طفل به اصالات مبتلا شون و یا هیچ تکلیف نبینن، اما هر قدر غذایی که میخورن جذب نمیشه، داخلش میکروب است، سوی جذب است، این طفل نمیمانن که از غذا درست استفاده کنن. اینجاست که اولین رای حل که برادرم سوال کردن، طفل و مادر و کسانی که دوره دوره طفل است و غذا برش میتن، طفل پرورش میتن، همه باید هر دفعه دسته خدا قبل از غذا بشون، بعد از هر حاجتی که میاین و از هر تماسی که با هر چیزی غیری صحی میداشته باشن دسته خدا با صابون و آب بشون، تا نابسا او نی بله یک با صابون یا با مایع دستشویی بله. قدوس هم روی خط تلفن هستن. قدوس جان سلام، صبحت بخیر. بله قدوس عزیز میشنوین؟ سلام علیکم، صبح بخیر. سلام علیکم، سلامت باشه. میشه سوال تا مطرح بکنین قدوس؟ خب تماسشان قطع شد، میشه ادامه بکنید؟ خب اما برادر ما که گفتن اولین مشکلی هستن که باید متوجه باشن که طفل پاک نگاه کنن، مادرش که غذا میتن یا پدر که غذا میتن باید دست خود با صابون و مایع دست شستن پاک نگاه کنن. دومین نقطه، طفل باید با دکتر وقتی که عادی ترین مشکل میبینن با دکتر مشوره کنن، امکان داره که انتان داشته باشن و اولین علت سوی تغذیه امراض است، میکروب و امراض است. اکثر طفلا به خاطر که یک مرض دیگه آمدن طفلا سوی تغذیه کردن. دومین علتش غذای ناکافی است. معمولا اگر ما متوجه باشیم طفلا رو ما یا سیریلاک بعد از 6 ماهگی میتیم یا غذای میدیم که اوگین باشن مثل شوروا یا چای یا دیگه مواد، در حالی که قبلا ما یادآوری کردیم که یک طفل 2 ساله حداقل 86 سانتی قد داشته باشن و این طفلی که وقت تولد 30.5 کیلو بود، این طفل در 6 ماهگی 7 کیلو باید باشه، دو چند شما وزنش. این وزن گرفتن با این غذای ضعیف یا 0.5 کیلو وزن هر ماه بگیرن، اما طفل هر ماه 0.5 کیلو وزن ای به شروع نمیتونن. برادر عزیزی خدا میگم که طفلش 1 ساله است، شیر مادر را باید تا 2 سال ادامه بدن و در پالوی شیر مادر غذای را بدن که سخت باشه مثل حلوا و فرنی، نه مثل او مثل کباب سخت نباشن، اما مثل حلوا و فرنی به او غلظت باشن و این غذا باید متنوع باشن. اگر برنج باشن، امرش گوشت باشن، امرش زردگ و گشنیز باشن بهترین غذاست. اگر گوشت نباشن نخود و کچالو را یک جا نرم کنن و به طفل خود بتن، من مطمئن هستم تا 2 سالگی بهترین قد و بهترین وزن و ذهن قوی می داشته باشن. لوبیا هم فراموش نکنن جز از غذای خود. بسیار و گوشت و شیر خوب باید در بالوی تخم حتما بتن. تشکر. وقفه می گیریم.